کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. صفحه 295. موضوع نامه مزبور به تاریخ تولد تمام فرزندان بود و قسمتی دیگر تحقیق از افضل بیه در آن نامه گفته بود که سلطان خدا کرم می باید نیز آمدی استرابادی خائن و یاقی را که به او پناهنده شده است بدون درنگ به وی تسلیم نماید. جوان صاوعی گفت و اگر تسلیم کند مورد عنایت کریم خان زند پادشاه ایران قرار خواهد گرفت و در صورتی که از تسلیم کردن میرزا مهدی استرابادی خودداری نماید یا در صدد برایت که وی را بگریزاند جان و مال خود او و تمام افراد طائفه و عشیره اش هدر خواهد رفت و پادشاه ایران در منطقه جوان رود به احد ابقا نخواهد. کریم خان زند نسبت به جوان صاوعی بیش از آنچه زیرا کسانی که یک خائن و یاقی را پناه بدهند خود نیز خائن و یاقی هستند و باید به سزای اعمال خود درستند و هفت دختر شاه سلطان حسین اطلاع داشته. سلطان خدا کرم از نوکر سبزعلی بیگ که نامه را آورده بود پرسید آیا تو می دانی مجنون این کاغذ که آورده ای چیست؟ قاصد جواب به مثبت داد. سلطان خدا کرم گفت من هرگز میرزا مهدی استرابادی را ندیدم و نمی دانم او کوتاه قد است یا بلند قد، اما چون هنوز به خاندان همینقدر می دانم که در دوره سلطنت نادر شاه این شخص به طوری که معروف بود میرزا و پیشکار نادر به شمار می آمد و غیر از این که اطلاعی راجع به او ندارد. شد و آیا منظور نویسنده این کاغذ همان میرزا مهدی را مردم می باشد که پیشکار نادر بود؟ شناخته بودند. حامل نامه گفت سلطان خدا کرم اظهار کرد میرزا مهدی هرگز به جوان رود نیامده. بعد از اینکه سوالات کریم خان زند حامل نامه گفت شاید او در اینجا است ولی خود را پنهان جواب قانع کند و به همین جهت شما از مسکن وی اطلاع ندارید. سلطان خدا کرم خندی در مجلس حضور مگر امکان دارد که یک نفر به جوان رود بیاید و بتواند خود را پنهان کند؟ برای کشف صحت یا سقم دعوی این جوان باید او را به سابه برد و در آنجا
از اهالی محل اگر یک روستایی از جایی دیگر وارد جهان شود، در ساعت اول ورود شناخته می شود تا چه رسد به میرزا مهدی. اگر در سابقه که در و من یقین دارم اطلاعی که راجع به این موضوع را به عنوان پسر شاه یک خبر نادرست بوده، باید فهمید کسانی که حامل نامه درخواست کرد که سلطان خداکرم جواب کاغذ را بنویسد و خداکرم به کاتب گفت که جواب نامه را به همان مضمون که وی در زبان آورد بنویسد و به دست قاصد بدهد تا برای سبزن بیک ببرد. بدین ترتیب مجلس تحقیق آن بعد از اینکه جواب نامه نوشته شد، خداکرم آن را مهر کرد و به دست قاصد داد و حامل نامه به راه افتاد. تا اینکه موقع جواب خداکرم پاسخی بود ساده و بدون پیرایه و رئیس عشیره جوانرو در آن جواب گفت که او میرزا مهدی اسفرآبادی را فقط از روی نام آن هم در گذشته می شناخت و هرگز او را ندیده و نمی داند که بعد از مرگ نادر کجا رفت و چه می کرد تا وقتی به ساوه برسد و به طریق اولا آن مرد به جوانرود نیامده و اگر می آمد محال بود که بتواند خود را پنهان نماید و اگر سبزعلی بیک این گفته را باور نمی کند ممکن است بیاید و خود که جوانرود را وجب وجب مورد جستجو قرار بدهد تا بداند که میرزا مهدی اسفرآبادی در این ولایت نیست و اگر سبزعلی بیک خواهان آمدن به جوانرود باشد، خود او در تمام مدتی که در جوانرود توقف خواهد کرد میهمان خداکرم خواهد بود. کرمانشاهان را نداشته. خداکرم از حامل نامه شنیده بود که سبزعلی بیک دارای یک خشون می باشد و به همین جهت بودش که خود او میهمان رئیس عشیره جوانرود خواهد بود، یعنی رئیس عشیره نمی تواند از خشون بی میهمانداری کند. او به اصفهان خواهد رفت. با اینکه جواب ساده و صریح خداکرم میباید سبزعلی بیک را متقاعد کند که میرزا مهدی اسفرآبادی در جوانرود نیست، قائل نشد که آن مرد در جوانرود نیست و به کرسی منطقه مزبور نزدیکتر گردید و نامه ای دیگر نوشت و برای خداکرم فرستاد و در آن گفت شاید میرزا مهدی اسفرآبادی در جوانرود بوده و از آنجا رفته است و شما باید مسکن جدید وی را به اطلاع پادشاه ایران کریم خان زند که من نماینده و فرستاده هستم برسانید. و میرزا مهدی نرفت. این نامه هم مثل نامه اول حاوی تطمیع و هم تحتیل یکی از وظایف سلطان خداکرم که مردی خوشخور بود از دریافت نامه دوم متغیر نشد و به حامل نامه گفت یعنی من جواب نامه را هم میگویم بنویسند و به توسط تو برای اربابت میفرستم. در آن موقع تو هم از قول من به بودو که میرزا مهدی اسفرآبادی هرگز قدم به جوان رود نگذاشت چون اتفاق از اینجا رفته باشد و باز از قول من به ارباب خود بگو که اینجا بیاید و آزادانه هر جا که میخواهد برود و هر نقطه را که میل دارد مورد تفتیش قرار بدهد از او مزایای یقین حاصل کند که میرزا مهدی و پادشاه هم به احترام پادشاهی که و در تمام مدتی که ارباب در اینجا باشد میهمان من خواهد بود و من به اندازه توانایی خود میرزا مهدی اسفرآبادی وقتی در قصر شیرین شنید که سفیر جدید از آنگاه رئیس عشیره جوانرود از حامل نامه پرسید که میرزا مهدی اسفرآبادی بغداد چه خیانت که آن موقع ارباب تو از طرف کریم خان زند مأمور دستگیری او شده است، چون بعید نیست که حامل نامه چگونگی اعلام سلطنت شاه سلطان حسین نمایانی را به دست میرزا مهدی خان در قصر برای توقف کرد و اندیشید چه کند. و رئیس عشیره جوانرود گفت که به من شنیدم که شخصی به اسم سلطان حسین ثانی در خدمت خود را به او ایران کند تا اینکه املاک وی را در اسفرآباد به دست بیاورد.
و اطلاع حاصل کردم که وارد کرمان محمد حسن خان و حتی شکست خوردن او به دست کریم خان زند هم به گوش من رسید. اما نمی دانستم که میرزا مهدی در آن نامه میرزا مهدی خان او اول خدمت بزرگ خود را به رخ محمد حسن خان عشاق باش مضمون جواب دوم خدا کرم که دومین نامه فرمان اسکانه با مضمون جواب اول آن نرد قدری فرق داشت. سلطان خدا کرم در جواب دوم خود بعد از تأیید اینکه میرزا مهدی استرخان بود هرگز قدم به جواب رود نگذاشت بود تا از اونجا برود چون این عشاق باش صادر من نه در دوره سلطنت نادرشاه با میرزا مهدی استرابادی مربوط بودم نه بعد از آن با اینکه آن مرد اینک از پادشاه ایران کریم خان زن در دوره سلطنت در جوان رود به من تنمیده شود و چون میدانست که خبر ولی میدانم که میرزا مهدی با عده از رؤسای عشایر کرمانشاهان و خبر مربوط به ریاست یا مربوط او به گوش محمد و شاید در این موقع به یکی از آنها خواست که خود را در قبیله سلطنت شاه سلطان حسین ثانی در آن نامه هم خدا کرم باز از سلطنت بیش مشعل به جوان رود بیاید من شاه مطمئن شود که آن مرد در جوان رود دیدم و او مرا فریب داد. سبزنی پیش بعد از دریافت دومین جواب خدا کرم حس کرد که رئیس عشیره جوان رود راستی بیاد و سکنه محلی راجع به میرزا مهدی جوانی است و هر کس مورد تحقیق پدرش مردی بوده برفت گفت که هرگز مردی به آن نوع نشد که سبزنی پدرش را بیاد وارد جوان رود نشده است. آهنگ سفر کرد قبل از اینکه سبزنی پیش از جوان رود برود نامه دیگر به راه کرم نوشت و در آن گفت من قول تو را باور کردم و میروم تا میرزا مهدی را در جای دیگر پیدا کنم ولی بدان که اگر دروغ گفته باشی با سر خود و سایر مردان عشیرت بازی کرده ای چون پادشاه ایران هرگاه بفهمد که دروغ گفته ای تو و مردان عشیرت را نابود خواهد کرد و جائل را خورد و به گمان سبزنی پیش در همان نامه نوشت که هرگاه میرزا مهدی استرابادی به جوان رود آمد تا پناهنده شود او را دستگیر کن و به من اطلاع بده تا بیایم و وی را تحویل بگیرم. سبزنی پیش روش کریم خان زند را نسبت به عباس قلی لاریجانی چون جنون میدانست و به خود میگفت که چون اگر جوان مردی بی جای کریم خان زند نبود من اکنون عباس قلی لاریجانی را در ابراز دست داشتم و می توانستم او را وادار کنم که بگوید میرزا مهدی در کجاست. اجازه می خواهد که به چون سبزنی بیگ متوجه شد که عباس قلی لاریجانی دروغ گفته و التماس او هم برای اینکه وی را به جوان رود برنگردانند از این جهت بود که دروغ وی کشف نشود و او اینک باید نامه ای به کریم خان زند بنویسد و دروغ گفتن عباس قلی لاریجانی را به اطلاعش برساند و از او بخواهد که عباس قلی لاریجانی را دست بسته نزد او بفرستد تا مورد میرزا مهدی استرابادی دارای خادمی بود به اسم عباس قلی لاریجانی به قدری سواد داشت و نامه ای که سبزنی بیگ راجع به عباس قلی لاریجانی به کریم خان زند نوشت و نامه را به دست محمد حسن خان از میرزا مهدی استرابادی جواب نداشت کند. عباس قلی لاریجانی کرده بود که آن مرد محلی استرابادی او را برای این که از کرمانشاه عبور نکند زیرا هرگاه کشته شود مکان میرزا مهدی استرابادی از راه جوان رود و باید او را در همدان رسانید به کرمانشاه از آنجا به تهران تا اینکه مورد استرابادی قرار بگیرد و محل از اینکه همان وقت که او به همدان نزدیک شد کریم خان زند هم در حالی که سبزنی بیگ آن نامه را برای کریم خان زند فرستاد فرض رفتن میرزا مهدی را نزد بعضی از رؤسای عشایر کرمانشاهان و دارای جلودار و عقبدار بود و همچنین فرض رفتن او را به بغداد از نظر دور نمی‌داشت نسبت به بعضی از اشخاص. آن مرد می‌فهمید که هرگاه خود بخواهد به رؤسای عشایر کرمانشاهان و کرمانی محلی مراجعه نماید و با شدتی به طول می‌انجامد
و لذا باعث سوء نه در منطقه کرمانشاهان چاپارخانه وجود داشت نه در منطقه برای تحقیق متوقف کردند و طبق معمول از رؤسای اشعاعی استفسار نمودند که آیا میرزا مهدی استرآبادی به آنها پناهنده شده یا نه کریم خان زند فرستادند و اگر هم چاپارخانه وجود می داشت کریم خان زند خط میرزا مهدی را برای استفسار از رؤسای اشعاعی وسیله مفید نبود و بعد از اینکه نامه میرزا مهدی استرآبادی چون آن رئیس عشیره که میرزا مهدی استرآبادی به او پناهنده شده بود جواب منفی میداد و میگفت که میرزا مهدی استرآبادی به وی پناهنده نشده است، رضا سبزلی بیگ عده‌ای از افسران و سربازان خود را انتخاب کرد که با دسته های 3 یا 4 یا 5 نفری خواندن آن قسمت به مسکن اشایر کرمانشاهان و کردستان روند و تحقیق نمایند که آیا میرزا مهدی به آنها پرخنده شده است، چون فهمید که میرزا مهدی مغالطه می‌کند. دو نفر را هم برای تحقیق به سوی قصر شیری فرستاد و به آنها گفت در آنجا تحقیق کنند که آیا میرزا مهدی و در آن تاریخ به طرف بغداد رفته یا نه میگذشت و در صورتی که عازم بغداد شده آنها نیز به بغداد بروند و مسکن میرزا مهدی را کشف نمایند که بتوان او را بود و از بغداد خارج کرد. در آن زمان مسافرینی که از ایران به بغداد میرفتند گذرنامه نمیگرفتند و حتی در اروپا هم گذرنامه وجود نداشت، مگر برای کالاهایی که از یک کشور به کشور دیگر می رفت و گذرنامه کالا کریم خان زند دریافت در آغاز سلطنت نادرشاه افشار و از روی آن گذرنامه از کالاها عوارض گمرکی دریافت می نمودند، بالاخص پسران شاه سلطان حسین شد. فرستادگان سبزلی بیگ بعد از اینکه وارد قصر شیرین شدند از یک عطار که دکانش در مبدا شهر قرار گرفته بود به خصوص به میرزا مهدی استرآبادی تحقیق مطرح شود و منظورشان بعد از اینکه مطمئن از او شروع نمایند و آنگاه از سایر سکنه راجع به میرزا مهدی تحقیق در آن موقع کسی که بدانند میرزا مهدی اطلاعات مربوط به شاهزادگان یا نه بگردید. میرزا مهدی عطار مزبور صاحب خانه میرزا مهدی استرآبادی به شما میامد که منشی سابق نادرشاه بعد از ورود قصر شیرین در خانه جوانی که در بغداد دعوی میکند پسر شاه مرد عطار از آن دو نفر پرسید شما که هستید و چرا سراغ میرزا مهدی را میگیرید پس میرزا مهدی استرآبادی با علم به این آنها جواب میدهند که فرستادگان سبزلی بیگ هستند و از این جهت راجع به میرزا مهدی استرآبادی تحقیق میکنند که بدانند که آیا او به بغداد رفته یا نه. غیر از کاغذی که میرزا مهدی استرآبادی به محمد حسن خان قاجار نوشته بود مکتوب جالب و در اینجا از عبورش اطلاع دارند و هر کس اطلاعی راجع به میرزا مهدی استرآبادی بدهد که منتهی به دستگیری وی شود از سبزلی بیگ الان دریافت خواهد کرد. نوکر او هستم. مرد عطار بدون اینکه نشان بدهد که میرزا مهدی را میشناسد از آن دو نفر راجع به علت انعام دادن سبزلی بیگ استرآباد کرد و مطلع شد که سبزلی بیگ از طرف کریم خان زند مأمور گردیده که میرزا مهدی استرآبادی را دستگیر کند و او را نزد کریم خان بفرستد یا بعد از دستگیری به قتل و آقای خود را خوب میشناسی. فرستادگان سبزلی بیگ ضمن صحبت تمام اطلاعاتی را که راجع به میرزا مهدی استرآبادی و سبزلی بیگ داشتند گفتند و جمله اظهار کردند که عباس قلی لاریجانی فرستاده میرزا مهدی استرآبادی به چند یک کریم خان جوانی که مورد نظر و او عباس قلی را با خود به استرآباد برد تا اینکه وی به استرآباد دست محمد حسن خان نرود و نامه میرزا مهدی استرآبادی هم که برای کریم خان زند اظهار کرد شاید تو باور کردید به دست کریم خان زند حسین صفوی است، ولی آقای همین که دو فرستاده سبزلی بیگ از مرد عطار جدا شده و در این صورت او خود را به میرزا مهدی استرآبادی به اسم شاه سلطان و هرچه از آن دو نفر شرطی بود برای میرزا مهدی نقل کرد.
عباسخانی لاریجانی مرجی سابق نادرشاه که امیدوار بود به اسلام‌آباد برود و بر سر املاک خویش باشد آیا میگویید موارد خدمت محمد حسن خان گردد متوجه شد که باید آن امیدوار کریم خان زن گفت ولو به طور موقع مهدی میدانست که مرد دروغ و خود را نجات بدهد پسر شاه سلطان حسین تا اینکه به دست سبزعلی بیگ نیفتد اگر او به راستی پسر شاه سلطان حسین بود میتوانست به بغداد برود و خود را از دست سزاوار میمید ولو مردی اشراف رو دور نماید ولی در آنجا به دست میرزا مهدی فهمید دولت که به جایی دست میگردید و در هیچ قسمت از خاک بین‌النهرین توانست مردی رو برای جلوس بر تخت در ایران هم خود را در امنیت نمیدید که با هوش هر جا که میرفت ممکن بود مگر آدم در دنیا قهر ناگهان به خاطر آورد که در دوره نادرشاه وی خدمتی برای رئیس و ریش پادشاه و مرشد لرستان در پشت کوه به انجام رسانید آن وقت عباس ممکن است به پشت کوه برود و به ابوقدره پناهنده شود و در چندی در آن سرزمین بماند تا اینکه راهی برای به دست آوردن املاک خود سبزعلی بیگ که حاضر بود بعد از کسب اجازه از کریم خان سرزمین پشت کوه لرستان که در آن دوره طول آن نزدیک 60 فرسنگ و عرض آن از شب به قرب نزدیک 20 فرسنگ نشناخت در بعضی از لحن 30 فرسنگ بود در کشور ایران دنیای جداگانه به شما آقای من در جهان و حتی امروز هم که وضع ایران پاسخ عباسخودی لاریجانی صحیح نبود قسمتی از پشت کوه لرستان شاید هنوز دارای وضع سابق اما اگر می فهمیدند که وی دروغ گفته وی را گناهکار به شما پشت کوه لرستان سرزمینی بود و هست زیرا بین دارای رودهای زیاد بود و سه چهارم از رودخانه های پشت کوه لرستان وارد رودخانه بزرگ سمیره می شود به من بدهید و آن رود به سوی دریا می رود من همکنون می روم و او را دستگیر می کنم مردم پشت کوه در تمام عمر از منطقه سکونت خود خارج نمی شدند و آنقدر از مراکز تمدنی بودند در بعضی از نقاط پشت کوه لرستان اگر او در جوان رود باشد پول رواج نداشت و مردم مثل ادوار باستانی مبادله جنسی می کردند معاش سکنه پشت کوه لرستان از پرورش اگر آنجا مشتقه و غذای آنها گوشت و لبنیات می توان این مرد خود که خمید می کردند و با آن نان تبخش نمودند و خدا را شکر حد متوسط عمر مرد و زن در پشت کوه لرستان 100 سال بود و مردان و زنانی در آنجا دیده می شدند که 150 سال از عمرشان می گذشت حمایت کند به خاک بمانید آنهایی که در پشت کوه لرستان میزیستند از دنیای خارج اطلاع نداشتند خود را و سکنه دنیای خارج هم نمیدانستند که در پشت کوه لرستان چه اگر وصول من به اصفهان به تأخیر بیفتد او در صدد سکنه پشت کوه لرستان بازمانده ایرانیان آیا خیانت میرزا مهدی استرابادی را بدون مجازات میگذاریم و موافقت میکنید که این مرد زندگی در دشت را رها کرد و باز به فتنه انگیزی در لرستان ادامه دهد و کوه نشین شدند و رعایا گفت من نمیخواهم که فتنه وحشی و نیمه وحشی خیانت او را بدون مجازات بگذارم و آن تهاجمات ولی در این موقع رفتن به اصفهان و واجبتر از مجازات کردن میرزا مهدی است منطقه پشت کوه لرستان ولی بعد از اینکه شما به اصفهان بروید باز او شروع به دسیسه خواهد کرد و در صدد برمیآید و ایران را مورد تهاجم قرار دادند و کردستان و آذربایجان را وادار به طغیان کنند نه اسکندر بگذارید که این مرد آزاد باشد از برای سلطنت به شما نه تولید خطر نماید و آنها نیز از غرب به راه افتاده بودند و تیمور ولی کریم خان زند که شنید میرزا مهدی سرابادی در جوان بودند در ایران تصور نمود که منشی نادرشاه به ایل جوان رود پناهنده شده و اگر وی بخواهد او را دستگیر و مجازات کند باید با جوان رودی ها به جنگ کرد و در حالی که او مشغول جنگ با جوان رودی ها می باشد علی مردان خان متعدد را خواهد گرفت و هر کدام یک رئیس داشتند این بود که به فضلی بی گفت نمیتواند در آن موقع برای دستگیری میرزا مهدی با جوان رودی ها به جنگ کرد
سبزری بیگم شما با جوانی بینا نجنگید و طبق تصمیمی که گرفته اید به اصفهان بروید، ولی 500 سوار به من بدهید و من با همان 500 سوار به جوانی خواهم رفت و میرزا مهدی استرابادی را دستگیر خواهم کرد. که توجه کسی را جلب نمید. کریم خان زند اظهار کرد من تصور نمی کنم خود را به شهر بروجه با 500 سوار میرزا مهدی استرابادی را در جوان رود دستگیر کنید، زیرا جوان رودی ها نیرومند هستند و می توانند چند هزار توفنگچی بعد از چندی مطلع شد که میرزا مهدی استرابادی در قصر شیرین بوده. باز آنجا به سبزری بیگ گفت شما 500 سوار به من بدهید و میرزا مهدی استرابادی را از من تحویل بگیرید. کریم خان زند گفت تنها نتیجه ای که از حمله به جوان لاریجانی را بعد از شکنجه این است که خود و 500 سوار مرا به کشتن خواهی داد. گفتیم که سبزری بیگ ولی سبزری بیگ گفت من تا آنجا که بتوانم با جوان جوانی ها نخواهم جنگید و در آنجا این مرد را با خود خواهم برد. منظور سبزری بیگ از این مرد عباس قلی لاریجانی بود و آن مرد وقتی متوجه شد که سبزری بیگ قصد دارد او را با خود ببرد وحشت کرد، چون او به دروغ گفته بود که میرزا مهدی استرابادی در جوان بود. اگر سبزری بیگ او را با خود می برد دروغش فاش می شد. کجاست؟ وی متوجه کرده که کریم خان زند بر اثر برگردانیدن عباس قلی لاریجانی و تصمیم دارد که 500 سوار دانمت بدهد تا به طرف جوان رود برود. عباس قلی لاریجانی از سبزری بیگ امید گذشت نداشت، ولی امیدوار بود که کریم خان زند با او مساعدت نماید. وقتی نامه سبزری بیگ به کریم خان زند رسید، ای پادشاه ایران، تو را به جان فرزند و ولیعهدت سوگند می‌دهم که مرا به جوان رود برنگردان، چون اگر مرا به جوان رود برگردانی، آقای من تصور می‌نماید که من راهنمای سربازان شما شدم. خود را به کریم خان زند برساند و از او استرهام و درخواست کند. کریم خان زند گفت این مرد درست می‌گوید و نباید او را به جوان رود برگردانی. سبزری بیگ گفت من باید با این مرد که همه جا را می شناسد به جوان رود بروم تا مکان میرزا مهدی را به سرعت پیدا کنم، چون جوان رود منطقه ایست وسیع و اگر به تنهایی یا به آنجا بروم باید مدتی تفحص کنم تا بتوانم مسکن میرزا مهدی را پیدا نمایم. عباس قلی لاریجانی با لحن التماس خطاب به کریم خان زند گفت ای پادشاه بزرگ ایران، من از شما خواهش میکنم که حکم قتل مرا در اینجا صادر نمایید، ولی مرا به جوان رود برنگردانید، زیرا من روی آن را ندارم که آقای خود را در اینجا ببینم و او فکر کند که من سربازان شما را برای دستگیری وی راهنمایی کردم. برای اینکه عباس قلی لاریجانی را وادار به ابراز گفت این مرد را نباید به جوان رود برگردانید، زیرا میرزا مهدی تصور خواهد کرد که این مرد خیانت کرده و وسیله دستگیری او را در دست ما گذاشته است، و همین که اولین میله گداخته را به بدن آن مرد به جای این مرد بگذارید میفهمی که روی مراجعت به جوان رود را ندارد. و گفت دست از من برداری تا حقیقت را ببینم. رعایت مصالح سلطنت بر ملاحظات خصوصی رجحان دارد، اما نباید به مناسبت این که این مرد از عباس خجالت در جوان رود به سر خود را از راهنمایی ولی از این جهت دروغ گفت که نخواست آقای خود را کریم خان زند گفت این مرد قاصد است و قاصد در هیچ کشور گناهکار نیست به سوی قصر شیرین به راه افتاد. سبزری بیگ عباس قلی لاریجانی را با خود برد و در آنجا شنید که من فقط می‌خواهم او را با خود ببرم. و به گمان اینکه باز عباس قلی لاریجانی دروغ گفته او را مورد شکنجه قرار داد و بعدا کریم خان زند گفت مگر نشنیدی که گفت مرا به قتل برسانید و به جوان روز تحت شکنجه فریاد می‌زد و سوگند می‌رساند که در نظر این شخص مجازات و هنگامی که میرزا مهدی استرابادی او را به جوان رود برگرداند و ارباب به محمد حسن خان قاجار بدهد در قصر شیرین بود. دستگیری از بس عباس قلی لاریجانی فریاد زد و سوگند یاد کرد و گریست،
سبزلی بیک در صدر برام تحقیق که به قول ماکیاولی ایتالیایی فقط نتیجه را در نظر داشت و راه‌های وصول به نتیجه را بی اهمیت می‌دانست. سبزلی بیک بعد از چند هفته تحقیق و کاوش عاقبت مطلع شد که میرزا مهدی سرابادی راه پشت کوه لرستان را پیش گرفته، ولی چون نمی‌توانست علیزا به کلی از دسترسی با رأی کریم خان زن مخالفت آن وقت از فرط خشم امر کرد که سر از بدن عباس‌قلی یاریجانی جدا کردند و آن نوکر وفادار قربانی میرزا مهدی سرابادی شد. سبزلی بیک بعد از اینکه دانست دیگر دستش به میرزا مهدی نمی‌رسد راه اصفهان را پیش گرفت. کریم خان زند گفت من او را آزاد نخواهم گذاشت که به استراباد برود. کریم خان زند بعد از اینکه وارد سابه شد تحقیق کرد و بعد از بداند کسانی که شاه سلطان حسین ثانی را در سابه بزرگ کردند و به عرصه روش رسانیدند و خود نمیدند که بودند. به زودی بر خانه زن معلوم شد که شاه سلطان حسین ثانی دروغ گفته و پدرش را که موسوم به جعفر لباف بود به خوبی می شناخته است. شما مانع از این سکنه سابه که در صحت قول آنها تردید وجود نداشت شاه سلطان حسین ثانی به اسم اصلی به مناسبت کینه‌ای که نسبت به میرزا مهدی داشت با 500 سوار که کریم خان زن داد راه جوان بود را پیش گرفت و کریم خان زن هم به سوی اصفهان به راه ادامه داد و عباس قلی لاریجانی را مقابل شهود قرار گرفت و در واقع جان آن مرد را خرید که بدون اینکه متوجه گردد عباس قلی لاریجانی دروغ گفته است. کریم خان زن در آن موقع از سیرت جوانمردی خود پیروی کرد اما گفت که اگر میرزا مهدی مصلحت سیاسی اقتضا می‌نمود که عباس قلی لاریجانی به اتفاق سبزلی بیک به جوانرود برگردد و محل سکونت آقایان خود را به سبزلی بیک نشان دهد، کریم خان زن از روی فتوبت عباس قلی لاریجانی را از آن کار که می‌اندیشید بدون تردید در نظر میرزا مهدی چون خیانت در صورتی که می دانست که پسر جعفر لباف هستی و این دعوی دروغ و از بس شتاب داشت که میرزا مهدی سرابادی را دستگیر کند حسین صابری هنگامی که به سوی جوان رود می رفت به خاطر آورد که اگر بعد از اینکه در کرمانشاه اسم رئیس عشیره جوان رود را از عباس قلی لاریجانی عنوان پسر شاه سلطان اما محل سکونت میرزا مهدی خان را من در مورد مجازات عباس قلی لاریجانی گفت که آقای او در خود جوان رود یعنی کرسی آن منطقه سکونت دارد، زیرا اگر آزاد می شدید وقتی سبزلی بیک وارد منطقه جوان رود گردید یک از سکنه محل پرسید که اسم رئیس عشیره جوان رودی چیست؟ به او جواب دادند که نام وی خدا کرم است. سبزلی بیک نامه ای به عنوان خدا کرمه بشته و آن را به یکی از دو نوکر مقرب خود که پیوسته با او بودن داده و به او گفت که با دو سوار به جوان رود برود و آن نامه را به خود خدا کرم بدهد و از او جواب فوری بخواهد و با جواب وی مراجعه خود نماید و روز و شب به و اگر خدا کرم جواب خودی نداد به کرسی منطقه جوان رود حمله خواهد کرد چون متوجه خواهد شد که منظور خدا کرم دفع الوقت است و نمیخواهد میرزا مهدی استرابادی را تحویل بدهد. علت دیگر که مانع از این شد من حقیقت را بگویم همین است که اکنون شما گفتید حامل نامه به راه افتاد و به جوان رود کرسی ولایت که چون ادعای و بدون اشکال به حضور خدا کرم که سکنه محل او را با عنوان سلطان می‌خواندند رسید و نامه سبزلی بیک را داد. خود اعتراف کنم و شما مرا بدون سلطان خدا کرم در آن تاریخ مردی بود 60 ساله و دارای قیافه دلچسب و بشاش و بعد از اینکه نامه را برایش خواندند زیرا تا روزی که مرا پسر شاه سلطان حسین بدانند به آسودگی زندگی می کنم و همه مرا محترم خواهند شمرد و از مجازات هم معاف خواهم بود. کریم خان زند گفت جسارت و تحور تو در دروغگویی بیش از دعوی مجهول تو قابل مجازات است، چون هر کس ممکن است فریب بخورد و مورد اغوا قرار بگیرد، ولی بعد از اینکه فهمید فریب خورده باید صداقت را پیش نماید و اعتراف کند که او را گول زده بودند
ولی تو با اینکه گرفتار شدی باز دست از دروغگویی و جعل بر نداشتی و از حسن ظن من نسبت به خاندان صفویه استفاده سوء کردی و استمرار تو در دروغگویی و جعل قابل بخشایش نیست. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.